در واقع اینجا توی زیر مجموعه ساب منوش یه گزینه داریم تحت عنوان دیلیت اینپوت. دیلیت اینپوت، اگه دیلیت اینپوت رو بزنم رو حالت یس باشه، وقتی که بهش ارتفاع میدم چی میشه؟ خط زیر دیلیت میشه. اما خب فعلا شما نمیخواد اینو در واقع به این حالت بذارین، دیلیت اینپوت یس نوش کنین، چون که به خط و خطوط نیاز دارین. محل بعدی برای دسترسی به کلید اکسترود یا در فرمان اکسترود از این قسمت هستش. اگر من وارد این باکس بشم و اینو بیارمش بیرون، میتونم دسترسی پیدا کنم به اکسترود. این گزینه اکسترود هستش. ببین اگه رو این کلیک کنی انگار که در واقع همونو تایپش کرد. بیارنش بیرون راحت‌تر بغل کارتون قرارش بده. گزینه بعدی که مهمه توی ساب منوی در واقع اکسترود، گزینه سولید هستش. اگه سولید روی نو باشه اتفاقی میفته اینه که اینو تو خالی نشونش میده. پس دو حالت ممکنه که اینو تو خالی نشون بده. یکی اینکه خط و خطوطی که زیر کار هست به صورت جوینت شده نباشه. البته بعضی وقتا اگه جوینت نباشه اکسترود میکنه. و حالت دوم این هستش که من سولیدم روی حالت نو باشه. پس این حواستون باشه این دوتا رو در واقع رعایت کنید. خب برمیگردیم روی پلنمون. برای اینکه بتونیم این پلن رو در واقع به حالت درستی داشته باشیم به صورت جوینت شده، کاری که میکنم اینه که میام روی خطوطش رو با هم دیگه انتخاب میکنم. ببین دست رو شیفت نگه میداری و اینا رو انتخاب میکنی. با شیفت میتونی به سلکشنت اضافه کنی و اگه احیانا یه سلکشن رو اشتباه انتخاب کردی میتونی با کلید کنترل اون از حالت انتخاب خارجش کنی. پس کنترل و شیفت. خب با چه دستوری؟ دستور جوینت. اینتر اینا رو چیکارش میکنم؟ یه پارچه‌ش رو میکنم و جوینتش رو میکنم. حالا با زدن کلید دستور اکسترود میتونم 3.20 متر به شرط که سولید رو حالت یس باشه و دیلیت اینپوت روی نو باشه اینو بهش ارتفاع بدم 3.2. میام در واقع دیوار کناری هم همین کار باش میکنم، سلکت میکنم و این بار در واقع اکسترود میکنم. یه نکته که اینجا بگم، ممکنه اکسترود بکنی بعد مثلا خالی بیاره بالا یا خراب بیاره بالا. برای اینکه در واقع مثلا بعضی وقتا هم جوین میکنی جوین نمیشه، اگه جوین نشود سخت نگیر، بیا اینجا پلاین رو انتخاب کن، یه پلاین روش بکش رو دور تا دور، چون در واقع یه پارچه ترسیم میکنه دیگه، درسته؟ حالا دوباره میتونی اکسترودش کنی. تو اینجا نمیخواد دیگه عدد بدی، اگه خاصیت این پوینتت فعال باشه میتونی یکی از نقاط اینجا رو روش کلیک کنی، نقاطی که در واقع خودش الاین میکنه. خب بیایم برای ترسیم بالای پنجره رکتنگل رو انتخاب میکنم، از این نقطه به این نقطه. ببین خیلی راحت. پس این نکته دیگه که باید بگیرین اینه که رکتنگل شما تو هر کد ارتفاعی میتونی راحت ترسیمش بکنی. خب از اینجا میگیرمش اکسترودش میکنم. نکته بعدی این هستش که در واقع شما اگر در واقع به سمت پایین موستون راحت قرار بدیم و یک رو بزنیم، باز به سمت بالا اکسترود میکنم. بعد چی بهش بدم؟ منهای یک. و این در واقع اتفاق میفته. حالا اگه بخوام در واقع کپیش کنم، کپی میزنم از این نقطه بیاد به این نقطه، دوباره تاب میخورم میام بالای در رو رکتنگل رو میزنم از این نقطه به این نقطه و دوباره سلکتش میکنم، دوباره اکسترود و منهای یک به این شکل. سخت بود؟ شروع کنم. خب پس یه بار دیگه، اگر قرار باشه که در واقع کلید پاپ آپ یا در واقع وسط کلیک موستون رو در واقع به صورت ثابت درش بیارین، وقتی روش میزنیم و ثابت میشه یه بار رو بالاش بزنین که به صورت ثابت در بیاد. یعنی اگه کلیک بکنی هی میره ها، اما روش بزنین که ثابت بشه. حالا اگه قرار باشه یه ابزار پرکاربرد مثل اکسترود یا مثلا پولیلان یا حالا ابزارهایی که نیاز دارین رو بیارین وارد این پنجره بکنین، من مثلا اکسترود رو میذارم اینجا، با نگه داشتن کلید کنترل میتونین در واقع چیکار کنین؟ درگ کنین بندازین داخل اینجا. بعد چی میشه؟ میاد کنار وسط موس. با اینکه بعد سرعت و ترسیم قاعدتا بیشتر میشه، قاعدتا داخل همه برنامه‌ها سرعت و ترسیم حرف اول رو میزنه. خب حالا مثلا من اینو گذاشتم، حالا مثلا اومدم از زیر مجموعه لاین ها مثلا پولی لاین اومدم گذاشتم، کنترل نگه داشتم گذاشتمش اینجا، حالا مثلا یه سری ابزارام به اشتباه آوردم ها، اگه بخواین حذفشون بکنین میتونین شیفت رو نگه دارین، پس کنترل رو درگ کنین کپی میشه. اگه شیفت رو نگه دارین و درگ کنین توی محیط میتونین پاکش کنین توی محیط. پس کنترل رو درگ کپی و شیفت رو درگ دیلیت میشه به این طریق. خب بچه نکته که وجود داره که این قضایه برای همه منوها سد میکنه. یعنی مثلا از اینجا کنترل رو نگه دارم دوباره میتونم بزنمش اینجا. پس این برای همه منوها این قضیه ویندوز ها در واقع این قضیه سد میکنه. خب حالا میایم سراغ قسمت بعدی. میخوایم در واقع به این سقف در واقع بعد یا ارتفاع بدیم.
اگر بیاین و توی پلنی که هستین در واقع بخواین صف کاذب رو بزنین، از دو حالت میتونین اقدام بکنین. یه بار رکتانگل رو برش داریم، بیاین از این گوشه تا این گوشه یه دونه چی بکشین؟ رکتانگل بکشین. گفتم رکتانگل تو ارتفاع میتونین بکشین مثل پنجره. حالا اگه کلیک کنین میتونین در واقع حالتش رو انتخاب کنین که مثلا حالت کرو رو من میتونم انتخاب بکنم. بعد میخوام چیکار کنم؟ این صف کاذبه 50 سانتی به سمت داخل و دوراش پر وسطش خالیه. پس آفست رو انتخاب میکنم. اگه آفست انتخاب بکنم چی میشه؟ بعد آفستش کنم. چقدر به سمت داخل؟ می‌خواستم 50 سانتی به داخل، 20 سانتی هم خود دیواره، پس 70 سانتی به سمت داخل. شیفت رو نگه می‌دارم و خط وسطی هم سلکت می‌کنم. ببین هر دو تا حالت سلکت شده ها. حالا این بار اگه مثلا پاپ اپ هم ببندم وسط کلیک بکنم، حتی دیگه تو وسط کلیک هست اکستروده. منهای چقدر؟ منهای 3 دهم به سمت پایین. هم راحت شیدر می‌ذارم که در واقع حالتش بهتر باشه. بنش. خب حالا ببین، من اینو دیلیتش میکنم و نمیخوام ترسیم بکنم، یعنی مجددا نمیخوام خطی رو ترسیم کنم، میخوام از همون خطی که توی پلن ترسیم شده استفاده کنم و بیارم بالا. برای این موضوع دو تا کار میتونم انجام بگم. اگه دستور موو رو انتخاب بکنم و بخوام اینو جابجا بکنم، تو حالت عادی میتونم یه نقطه شو بگیرم جابجا کنم روی هم ایکس هم وای هم زد، نگاه کنم تو زد میاد هم روی ایکس میاد. اگه بخوام این رو در واقع سفارشیش کنم که فقط روی محور زد بالا پایین بشه، بعد از اینکه موو رو میزنم اینجا میتونم ورتیکالش رو روی یس بذارم. اگه ورتیکال یس باشه فقط حول عمود حرکت میکنه، میبینی؟ و حالا مثلا میگم آقا الاینش کن با این، ببین نقطه موس رو میارم اینجا، میگم اینجا، میتونم اش عدد بدم حتی. ببین موو میزنم، ورتیکال میزنم، میگم از این نقطه 3.20 بیاد بالا. اوکی؟ خب این فقط تنها قابلیتی نیست که در واقع میتونی شما اینو جابجا بکنی، با یه حالت دیگه هم میتونی این کار رو انجام بدی. یه قابلیتی توی راینو وجود داره تحت عنوان خاصیت گامبال. گامبو نه آ، گامبال. اینجا رو ببینید پایین نوشته گامبال. اگه رو گامبال کلیک بکنی همه آبجکت‌ها یه شکل دیگه میگیرن. یا وقتی روشون کلیک میکنی یه دونه جهت، یعنی فلش‌های جهت‌دار بهتون نشون میده. دقیقاً اون جیزموی مکسی که در واقع وجود داره و پایوتی که داره اینجا هم وجود داره. یه جورایی راینو ترکیب برنامه هاست، یعنی حالا متوجه میشین زنه. آره اسکچاپ یه جای، اسکچاپ یه جای. خب بعد نگاه کن، الان من روی این خط کفی کلیک کردم. خاصیت گامبال خیلی خاصیت جالبی داره، حتی برای ترسیمات میتونی ازش استفاده بکنی. این پایین توی قسمت همین نوار وضعیت این پایین دارینش. حالا نگاه کن اینجا رو، اگه روی مثلا زد من کلیک بکنم، میخوام میتونم حول زد بالا پایین کنم. چقدر بدم؟ 3.20 اینتر. چی شد؟ اومد بالا. البته این گامبال خاصیت دیگه داره. مثلا اگه در واقع شما یه خطی رو به صورت منحنی رو داشته باشین و حالا مثلا F8 من غیر فعال کنم و بخواید بهش بود بدین، مثلا میتونید همینجوری که میاد بالا کنترل رو نگه دارین، چی میشه؟ بهش بود میده. یا حالا مثلا اگه بخواید کپی بکنین، مثلا میتونید آلت نگه دارین، درگ کنین. خیلی قابلیت خوبی داره که حالا انشالله بهش اشاره میکنیم و آموزش میدیم. اما اینجا، پس اینجا و اینجا رو دوباره سلکت میکنم، دوباره با وسط کلیک در واقع اکسترود میکنم به سمت پایین. چقدر؟ منهای 3 دهم. خب حالا دوباره یه سقف دیگه هم روش دارم بچه‌ها. سقفی که روش دارم دوباره کربر رو دوباره انتخاب میکنم، دوباره اکسترود به سمت بالا. چقدر؟ 3 دهم به سمت بالا. اما یه نکته که وجود داره این هستش که من میخوام یه لبه نورپردازی هم برای این داشته باشم. برای لبه نور پردازی نیاز نیست که از زیر بیای کار کنی، از رو خود بالا باید کار کنم دیگه، نمیتونم از زیر در واقع تنظیمات انجام بدم. برای اینکه بتونم سقف رو در واقع ببینم، یا باید اینو دیلیتش کنم بعدن دوباره ترسیمش کنم، یا اینکه اینو مخفیش کنم. برای اینکه مخفیش کنم رو سقف کلیک میکنم، اینجا روی چراغه هست این بالاها، روش کلیک میکنم. چیکارش میکنه؟ مخفیش میکنه، هایدش میکنه. نکته که وجود داره این هستش که اگه روی چراغ چپ کلیک کنم هاید میکنه، و اگه راست کلیک کنم آن هاید میکنه. و این در واقع خاصیت تول تیپی هستش که کنارش میتونه بکن تا روش قرار میگیرم زده چی هاید و شو. من دوباره هایدش میکنم. خب اینجا نگاه کن، میخوام این لبه نورپردازی رو بکشم، دوباره رکتانگل رو برمیدارم از این گوشه تا این گوشه باید ترسیم کنم. یه نکته که اینجا باید بگیری این هستش که نقطه اولی که زدم تو دستور هستم، میتونم تاب بخورم باز ادامه بدم، میبینی؟ حتی با شیفت میتونم جابجاش بکنم، میبینی؟ پس راینو اینجوری نیست که وقتی تو دستور هستی ازش خارج بشه. و حتی این قابلیت رو داره که وقتی تو حتی بیای نما رو عوض کنی، بیای تو پرسپکتیو ها، یا بیای توی نمای فرانت، یا هر نمایی که میدونی،
بعد نکته که وجود داره که تو نمای فرانت مثلا شروع کنه ترسیم کردن، نگاه کن چجوری ترسیمش میکنه، نگاه کن عمودی داره. و بعد اگه اینو اکسترود کنی دیگه به سمت داخل میره، به سمت ارتفاع دیگه اکسترود نمیشه. حالا من دوباره برم میگم تو پرسپکتیو و این نقطه کناری گرفتم، میام نقطه اینوری هم در واقع چیکار میکنم، روش کلیک میکنم. الان میخوام چیکار کنم؟ دوباره آفستش کنم، دستور آفست رو انتخاب میکنم، 30 سانتی متر به سمت داخل اینتر و شیفت نگه میدارم، دو تا خط رو با هم دیگه سلکت میکنم. حالا چی بزنم؟ اکسترود چقدر؟ 10 سانتی متر به سمت بالا. دوباره اون لبه رو میکشم، تکراری بود همون کاری که کنار کردم، دوباره اینجا انجام. حالا